سلام دوستان، من سجاد فنایی هستم. تو این ویدیو قصد دارم بهتون حکم 4 نفره رو آموزش بدم. تو این ویدیو این نکاتی که اینجا می نویسم و می خوام بهتون آموزش بدم که نحوه نشستن بازیکن‌ها چجوریه، خال‌ها و کارت‌ها مثلا چجوریان، حاکم بازی چجوری مشخص میشه و شروع کننده بازی کیه و نحوه بازی کردنش چجوریه. بازی حکم یا به صورت 2 نفره، 3 نفره و 4 نفره انجام میشه که محبوب ترین اون حکم 4 نفر است. حالا توی حکم 4 نفره اعضا باید چجوری بشینن؟ کسایی که یار همدیگن، مثلا اینجا شاه پیک با شاه گش نیز یار همدیگن، اون مشکی ها یار همدیگه، روبروی همدیگه میشینن و این قرمزا بی بی خش و بی بی دل روبروی همدیگه میشینن. پس یارها باید روبروی همدیگه بشینن، مثل همین کارتا. این کارتا هر کدومشون 1 نفر فرض کنین و شاه پیک با شاه گش نیز یار هم دیگن و بی بی دل و بی بی خش یار هم دیگن. هر دست پاسور 4 تا خال داره: گش نیز، دل، خشت و پیک، که هر 4 تا اینا رو به شما معرفی میکنم چیا هستش و ارزشاشون رو بهتون میگم. اولین خالی که باش آشنا میشین خالی گش نیز هستش که به این صورته. هر خال 13 تا برگ داره که از 2 تا 10 عدد هستن و 3 تا تصویر و 1 آس، که ارزش هر کدوم الان بهتون میگم. ارزش اعداد که مشخصه، هر چه عدد بیشتر باشه ارزشش هم بیشتره. مثلا 3 ارزشش از 2 بیشتره، 4 ارزشش از 3 و 2 بیشتره و تا 10 ارزشش مشخصه. و توی هر خال ما 3 تا تصویر داریم. تصویر اول سرباز هستش که با حرف جی نمایش داده میشه و این سرباز بعد 10 قرار میگیره موقعیتش. تصویر بعدی کوین هست یا بی بی که ارزش این از سرباز بالاتره. تصویر آخری کینگ یا شاه هستش که ارزش این باز بالاتر از کوین هست. کارت آخری که کارت آس هستش و این ارزش از کل اینا بیشتره. بعد از 10 سرباز، کوین، کینگ و آس. خب بریم سراغ خال بعدی که خال خشت هستش. خال خشت به صورت لوزی شکل و قرمز هست که این هم به همون صورت 13 تا برگ داره و از 2 تا 10 ارزشش مشخصه و 3 تا تصویر سرباز، بی بی، شاه و آس هستش. خال بعدی خال دل هستش که به این صورته. این هم مثل خالهای دیگه 13 تا برگ داره و 3 تا تصویر و 1 دونه آس. خال بعدی که باش آشنا میشین خال پیک هستش، به رنگ سیاه هست و تصویر این به این شکله که شبیه یه دونه برگ هستش که به این میگن خال پیک و این هم آس پیکه. نکته بعدی که باید بدونین این هستش که این خالها نسبت به همدیگه هیچ برتری ندارن ها. مثلا این 9ه درست 10 ارزشش از 9 بیشتره، 10 پیک ارزش از 9 پیک بیشتره، ولی نمیتونیم بگیم که 10 دل ارزشش از 9 پیک بیشتره مگر اینکه حکممون دل باشه که حالا اون بحثش جداست. بازی حکم نیاز به 1 دونه حاکم داره. ما باید از بین این 4 نفری که اینجا نشستن حاکم رو مشخص کنیم که کدوم یکی از این 4 نفر هست. حالا یک کدوم از این 4 نفر بر میزنن، مثلا شاه پیک دست کارتو به این صورت بر میزنه و کارت ها رو باید به صورت پاد ساعتگر تقسیم کنه و آس به هر کی رسید همون میشه حاکم. خب به این صورت، به صورت پاد ساعتگر خلاف عقربای ساعت تقسیم میکنه. خب آس رسید به بی بی خشت، پس بی بی خشت شد حاکم ما. حاکم این دسته بازی مشخص شد که بی بی خشت هستش. وقتی که حاکم مشخص میشه باید یکی دست کارتو بر بزنه و اون دست چپ حاکمه، یعنی هر کسی که سمت چپ حاکم نشسته باید دست کارتو بر بزنه. مثلا اگه شاه گش نیز حاکم باشه باید بی بی خشت بر بزنه، پس سمت چپ حاکم باید بر بزنه. الان که بی بی خشت حاکمه باید شاه پیک بر بزنه. چرا؟ چون اگه ته دست هم ببینه مشکلی نداره، چون ته دست برای خودش هست. خب کارت ها رو به این صورت بر میزنه. وقتی که بر زد کارش تمام شد باید به این صورت دست کارتو بگیره جلوی یار حاکم که روبروش نشسته و این اصطلاحاً باید کپ بزنه یا امضا کردن، یا از بالا میذاره پایین یا از پایین میذاره بالا. یه جوری باید بذاره که مثلا این شاه پیکه این نفره هیچ ترتیبی نچینده باشه اون کارتو رو. خب
حالا کپ میزنه بی بی دل. خب حالا کارت ها رو کپ میزنه، میرسیم به پخش کردن کارت ها که شایپیک باید این کارت ها رو پخش کنه. خب الان باید 5 تا کارت بدیم به حاکم بازی. حاکم بازی کی هستش؟ بی بی خشت. پس ما 5 تا کارت میدیم به حاکم بازی که حکم رو مشخص کنه. خب از بین این 5 تا ما ارزشاشو فهمیدیم که هر کارت چه ارزشی داره، بعد از بین این 5 تا حاکم حکم کنه. هر کدوم ارزشش بیشتر بود و تعدادش بیشتر بود غالباً باید همونو حکم کنه. مثلا تو این کارت ما یک دونه بی بی پیک داریم که ارزشش رو فهمیدیم چی هستش، یک دونه سرباز دل داریم، یک دونه ده گشنیز داریم و دو تا خشت داریم. الان بین پیک و خشت هر کدوم که حاکم بگه اوکی، یعنی یه جوری سلیقه‌ایه دیگه، شانسه دیگه، حالا پیک بیشتر میاد یا خش میاد. مثلا حاکم اینجا حکمو پیک میکنه که یک دونه کوین پیک هم داره. خب حکم بازی مشخص شد، حکم بازی پیک هستش. خب الان که حاکم حکم بازی مشخص کرد، الان باید کارت ها رو به این صورت تقسیم کنیم، به صورت پات ساعت گرد. یعنی اول به شاه گشنیز کارت بدیم 5 تا کارت، بعد به بی بی دل و بعد به شای پیک. پس نفری 5 تا کارت بعد بهشون بدیم. الان که دور اول همه 5 تا کارت گرفتن، ما باید توی دست دوم و دست سوم به هر کدومشون 4 تا کارت بدیم. پس اگه درست تقسیم کنیم باید نفری 13 تا برگ داشته باشیم و دست آخری هم برسه به کسی که بر زده. پس نفری 4 تا بهشون میدیم. این برای دست اول، حالا برای دست دوم. خب و چهارتای آخر هم رسید به کسی که بر زده. پس الان نفری 13 تا برگ داریم. الان این 13 تا برگ، الان دست حاکم رو داریم میبینیم. این 13 تا برگ رو باید به این صورت بچینیم به ترتیب ارزشاشون، یعنی پیکا یک سمت، دلا یک سمت، خشتا یک سمت و گیشنیزا هم یک طرف باشن و به صورت ارزشاشون از کوچیک به بزرگم چیده شده باشن. خب الان که چینش تموم شد، کارت ها رو بعد به این صورت بگیریم، با شست دست راست یا چپ هر دستی که راحت ترین بگیرین به این صورت و با شست دست دیگه ازون به این صورت کارت ها رو باز کنین، کارت روی رو باز کنین که عدد زیرش رو ببینین. به این صورت بعد کارت ها رو توی دستتون باز کنین که راحت تر دیده بشه و حواستون باشه نباید هیچ کسی کارت های شما رو ببینه. خب الان این دست حاکم بود که من برداشتم. پس شروع کننده بازی کلن توی هر دست حاکمه، یعنی حاکم باید اول شروع کنه. حاکم مثلا یه کارت رو باید بازی کنه، حاکم این کارت رو بازی میکنه، آس دل. فهمیدیم که آس دل توی دلها سرتر از همشونه و وقتی که زمین دله پایین دل بازی کردن باید همه موظفن دل بازی کنن. مثلا ایشون 8 دل رو بازی میکنه دیگه، بی بی دلش رو نمیزنه چون که آس دل سره و یار حاکم هم 4 دلش رو بازی میکنه و شاه پیک هم یه کارت دل باید بندازه پایین. کم ارزش‌ترین کارتاش رو میندازن پایین دیگه چون آس دل خودش دست میگیره. خب الان این 4 تا برگ روی زمینه، چون کارت حاکم سرتر بود، این 4 تا برگو یا باید حاکم جمع کنه یا یارش جمع کنه، به صورت توافقی یک کدومشون جمع میکنه و به این 4 تا کارتی گرفتن میگن یک دست اصطلاحا گرفتن. پس الان حاکم و یارش یک دست گرفتن. اگه مجموعا توی بازی هر کسی زودتر به 7 دست رسید اون برنده هستش. الان مثلا این دو نفر یک دست گرفتن، هر کس زودتر این 7 دست رو گرفت توی اون دور برنده هستش و باید 7 دور برنده بشین که برنده این بازی مشخص بشه. خب الان دفعه دوم کی باید بازی کنه؟ هر کسی که این دست رو گرفته باید بازی کنه. این دست رو حاکم با آس دل گرفت، پس باید دست بعدی هم حاکم بازی کنه. شروع کننده بازی پس حاکم ما هستش، کسی که آس دل رو انداخته. خب حاکم شیشه گشنیز رو بازی میکنه و به صورت پاد ساعت گرد خلاف عقربای ساعت همینجوری میچرخه و همه باید موظفن گشنیز بازی کنن. خب الان بین 5 و 3 و 8 شاه گشنیز 8 اومد و
و یار حاکمم از بین گشنیزاش آس گشنیزو میاد که سرتر از همه است که دستو جمع کنه. میدونین که بالاتر از آس گشنیز توی گشنیزا دیگه هیچ کارتی نیست، پس دستو جمع میکنه. نوبت شاه پیک میرسه که زمینه گشنیزه، باید گشنیز بازی کنه، ولی شاه پیک ما هیچ گشنیزی نداره. الان باید چی بازی کنه؟ خب الان یا باید رد بده یا برش بزنه. رد دادن یعنی چی؟ یعنی هر کارتی گشنیز که نداره دیگه، هر کارتی جز حکم اگه بندازه میگن رد دادن. اگه هر کارتی رد بده اصلا هیچ تأثیری نداره، یعنی دست میره برای کسی که سرتره. یعنی الان آس گشنیزه سر بود، دست رفت برای حاکم و یارش. حتی اگه آس خشتم بزنه، گفتیم که هیچ برتری خالها نسبت به هم دیگه ندارن ها، بازم دست میره برای اونا. ولی اگه کوچیکترین حکم هم بزنه، حتی سه پیک هم بزنه توی دستش داره، دستو جمع میکنه با اینکه این آسی گشنیز زده ها، ولی دستو جمع میکنه چون حکم ما پیک هست. و زمانی میتونیم ما برش بزنیم یا رد بدیم که اون زمینه ای که داره بازی میشه رو ما نداشته باشیم، و اگه داشته باشیم باید حتما اونو بندازیم. اگه نداشته باشیم میتونیم رد بدیم یا برش بزنیم. الان که دست شاه پیک گرفت، باید شاه پیک پس شروع کننده بازیه باشه و آس خشت رو میندازه و به همین صورت خلاف عقربای ساعت میچرخه و همه بازی میکنن و هر کسی که زودتر به این هفت دست رسید اون برنده است. مجموع اینا به هفت دست، یعنی شاه پیک و شاه گشنیز جفتشون با هم دیگه بتونن هفت دست بگیرن، نه هر نفر هفت دست. هر کس هفت دست بگیره یک دور بازی برنده است و باید هفت دور ببرن که برنده این بازی کلن مشخص بشه که چه کسی هستش. تو این ویدیو فقط من مقدمات این بازی حکمو گفتم که قوانین این بازی چجوری هست. اگه میخواست کل اینو بهتون بگم خیلی ویدیو طولانی میشد، پس تصمیم گرفتم که یک پلیلیست درست کنم، قسمت بندی باشه، که قسمت اول همین ویدیو بود که من مقدمات و قوانین این بازی حکم گفتم. در قسمت‌های بعدی تکنیک های بازی کردن و شگرد بازی کردن این حکم رو بهتون آموزش میدم. امیدوارم که از این آموزش من لذت برده باشین و انشالله واسه تون مفید بوده باشه. اگه این آموزش رو دوست داشتین لطفاً کانال منو سابسکرایب کنین، این لایک و زنگوله کنارش هم بزنید.